حملات تروریستی و انفجارهای مرگبار در بیش از دو دهه گذشته زندگی را به کام مردم افغانستان ترک کرده و هزاران نفر را به خاک و خون نشانده است در حالی که انتظار میرفت با تسلط طالبان بر افغانستان و بر اساس تعهدات این گروه در توافقنامه دوهه حملات تروریستی در افغانستان متوقف شود و مردم این کشور دیگر شاهد انتحار و انفجار نباشند همکارم علی اکبری گزارش میداد در یک سال گذشته که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شدند، حملات انتحاری و تروریستی نه تنها کم نشده، بلکه افزایش نیز است. روز جمعه انفجار مرگبار دیگری در شهر کابل، پایتخت افغانستان به وقوع پیوست. انفجاری که نشان از شکنندگی وضعیت امنیتی این شهر دارد. وقوع چنین انفجارهای پیاپی شهروندان افغانستان را در مورد وضعیت امنیتی کشور نگران کرده و سوال های زیادی در مورد ناامنی در زیر سلطه طالبان به وجود آورده است. از یک سو طالبان در یک سال گذشته به صورت پیوسته ادعا کرده است که با تسلط این گروه در افغانستان امنیت کامل تأمین شده است و جنگ پایان یافته است. اما از سوی دیگر انفجارهای مرگبار و حملات تروریستی نشان می‌دهد این ادعای طالبان حقیقت ندارد. و آنچه که شهروندان افغانستان در زندگی روزمره تجربه می کنن خلاف ادعای رهبران طالبان است. طالبان در یک سال گذشته علاوه بر اینکه نتوانست امنیت کلی افغانستان را تأمین کند در تأمین امنیت دو بخش به صورت جدی ناتوان و حتی ناکام بوده است. یک تأمین امنیت مراکز دینی و مذهبی و دو تأمین امنیت شیعیان شواهد نشان می‌دهد از زمان تسلط طالبان بر افغانستان مرگبارترین حملات تروریستی بر مساجد و مراکز دینی و مذهبی افغانستان انجام شده است انفجار تروریستی روز جمعه اول مهر ماه نیز در مسجد وزیر محمد اکبرخان از مساجد مشهور کابل که در یک کیلومتری ارگ ریاست جمهوری قرار دارد رخ داده است حملات پیاپی پی در مساجد و مراکز دینی نشان می‌دهد که طالبان یا نخواسته است که امنیت این مراکز را تأمین کند و یا اینکه از تأمین امنیت آن ناتوان بوده است در هر دو صورت طالبان نتوانسته مسئولیتی را که بر عهده دارند انجام دهند و در انجام این مسئولیت ناکام بودند حملات بر مساجد و مراکز دینی از شهر مزار شریف و شهر قندهار شروع شد و اکنون گروه های تروریستی دامنه این کمالات را به پای تخت کشانده است. اما هدف دیگر حملات تروریستی در افغانستان در یک سال گذشته شیعیان این کشور و مراکز آموزشی دینی و مذهبی آنها بوده است. حملات بر شیعیان افغانستان در یک سال گذشته به حدی گسترده، هدفمند و سیستماتیک بوده است که نهادهای بین المللی بارها در رابطه با تامین امنیت شیعیان هزاره اظهار نگرانی کردند و خواستار تامین امنیت این گروه قومی و مذهبی شدند اما طالبان هیچگاه نتوانسته امنیت حداقلی را برای شیعیان هزار در افغانستان تامین کند و از حملات تروریستی بر این مردم جلوگیری کند در ادامه عملکرد طالبان موجب تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریستان گردیده با اینکه طالبان ادعا می کند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد اما مقامات اکثر کشورهای جهان بارها در سخنرانی هایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه امن تروریستان ابراز نگرانی کردند از جمله این کشورها قطر متحد و حامی سالهای اخیر طالبان بود که از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریستان نگرانی جدی خود را نشان داد علاوه بر این حملات پیاپی پی تروریستی و انفجارهای مرگ بار نشان میدهد که طالبان نتوانسته است از حضور گروههای تروریستی در افغانستان جلوگیری کند و تحت تسلط این گروه تروریستان فضای امنی در افغانستان یافتهاند جدا از این ادعاها و گزارش های زیادی وجود دارد که شماری از مقامات طالبان ارتباطات وسیع با شبکه های تروریستی دارند و برای نیروهای گروه های تروریستی در کشور پناهگاه فراهم می کنند. اما بزرگترین نشانه تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان کشته شدن ایمن از زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری بود. همان گونه که کشورهای اروپایی و آمریکا در اعلامیه اخیر خود گفتند این امر نشان میدهد که طالبان به تعهدات خود در امر مبارزه با تروریسم پایبند نبوده و برای بزرگترین شبکه های تروریستی مکان امن فراهم کردند با توجه به افزایش حوادث تروریستی و بروز نشانه های متعدد از حضور گروه های تروریستی در افغانستان میتوان گفت ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سراسری دور از واقعیت است و این گروه نتوانست است امنیت شهروندان افغانستان را تامین کند و از حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان جلوگیری کند. علی اکبری اخبار شیعه